مجسمه ای از یک برده فروش در بریستول که سرنگون شد. معترضانی که از مفهوم نژادپرستانه این مجسمه خشمگین بودند آن را پایین کشیدند. این مجسمه نماد سالها سرکوب و درده. سالها خشم و رنج درون ما جمع شده و امروز فوران کرد. امیدوارم اون چه امروز اتفاق افتاد نشونه یک تغییر واقعی باشه. این پیام ما فقط برای بریتانیا و آمریکا نیست، بلکه جهانیه. ادوارد کولستون به خاطر کمک‌هایش به شهر بریستول از نگاه تاریخی مورد احترام بود. او در سال 1721 مرد و اموالش را برای کارهای خیریه به جا گذاشت. اموالی که از طریق تجارت برده به دست آورده بود. حالا این معترضان با زور مجسمه کولستون را از جا کندند و امیدوارند که میراثش را مثل مجسمه‌اش برای همیشه به آب‌های گلالود بیندازند. اما وزیر کشور از این کار به شدت انتقاد کرد. این رفتار شرم‌آور و مصداق برهم زدن نظم عمومیه. حرکت این افراد باعث شده اعتراضاتی که برای یک مفهوم مهم به راه افتاده بود تحت شعاع قرار بگیره. پلیس باید این قضیه رو پیگیری کنه و عدالت رو درباره افرادی که مرتکب این اقدام غیرقانونی و خرابکارانه شدند اجرا کنه. در لندن هم به مجسمه وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا در زمان جنگ جهانی دوم حمله کردند. مثل روزهای قبل، هر قد که به آخر شب نزدیک می شدیم، فضای اعتراضات تغییر می کرد. پلیس های عادی جایشان را به یگان های ضد شورش دادند. تا پایان شب دست کم 8 پلیس زخمی شدند. 12 معترض هم دستگیر شدند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در توییتر گفته آشوبگری اعتراضات را به انحراف کشانده. پلیس لندن هم گفته که اکثر معترضان به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کردند. در جاهای دیگر بریتانیا هم تظاهرات به شکل صلح‌آمیز در جریان بود. همه تلاشمون رو کردیم تا برای آدم‌هایی که اینجا مشکلی پیش نیاد. برای ما خیلی مهم بود که اعتراضات امروز با امنیت کامل برگزار بشه. در مرکز بریتانیا معترضان یک بزرگ راه را بستند. دولت گفته از تظاهرات صلح‌آمیز حمایت می‌کند به شرط آنکه فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود. اما در این حال گفته که پلیس به دنبال آن عده کمی است که رفتارهای خشونت‌آمیز داشتند و آنها باید پاسخگوی اعمالشان باشند. BBC News.